درود به ملت عزیز ایران که در هر جای دنیا زندگی میکنید، چی در ایران و اروپا و امریکا. امیدوارم که حالتون خوب باشه. هفته دیگر شد به کارگردانی آقای یاسر عزیز آمدیم به خدمت شما و در خانه های شما عزیزان. امیدوارم که چایهاتون رو برداشتین و دارین ما رو نگاه میکنین و از کلام خداوند گوش میدین که لذت ببرین. کلام خداوند واقعاً به زندگی های ما در هر زمان و در هر وقت واقعا راهنمای زندگی ماست. امیدوارم که شما همه خوب باشین. خوب شمالی های عزیز، شما چطورین؟ برای شما خوبین؟ شمی اول خوبه، همه چی خوبه. امیدوارم که شمی خوش بگذره در این تابستان، برای که در یا کنار شنین یا لاغا شنین اکثر در اینستاگرام اینیم خیلی خوشکله. امیدوارم که شاد و سربلند ببین. امیدوارم که روزی بون که ما بایم خدمت شما عزیزان شمالی و در شمال شما رو خدمت بکنیم. خب عزیزان، امیدوارم که همه چی خوب باشه و امیدوارم که شما عزیزان نشسته باشین به کلام خداوند گوش کنید. ما دعای میکنیم میام خدمتتون. خداوند شکرگزار و سپاسگزارم برای این برنامه خداوند. ای روی پاک مسیح خداوند، شکرت میکنم برای این وقتی که به من دادی خداوند. خداوند زبانم رو مسکن، خداوند تمام افکارم رو در دستای خودت بگیره قدوس. خداوند برنامه رو تحت حمایت و هدایت خودت بگیره خداوند. به قلبها رو آماده بکن، هر چیزی که از کلام تو میشنونه خداوند به قلبهاشون بشینه و ثمره به بار بیاره خداوند، تا ایده زیادی از کلامتون نجات پیدا بکنن و خداوند به بهشت تو را پیدا بکنن. شکرت میکنم ای قدوس و همه اینا رو به نام قدوس عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خب ملت ایران، ملت عزیز ایران، امیدوارم که از اون خواب خرگوشی بیدار شده باشین، چون آخوندا میخوان که ایرانو نابود بکنن، میخوان ایرانو به جایی برسونن که حقیقتا دیگه سر بلند نکنه. ولی اگه شما ملت ایران که باهوشتر از همه ای آخوندا هستین، این رژیم هستین، ایمان دارم که به زودی زود خودتون میفهمین و بلند میشین و میایین توی خیابونا. چون الان دیدم که انتخابات شده، انتخابات هم همه دارن اون ساینایی که روی دیوار زده همه رو دارن پاره میکنن بچه ها. یعنی اون کمپین متحد شدن آدما تو ایران ایمان دارم که داره شروع میشه. به ایمان دارم که ملت به زودی زود میان تو خیابون، حالا 50 میلیونن، 40 میلیونن، 30 میلیونن، ایمان دارم که میلیونی بخوایم بیاین تو خیابون به زودی زود اینا سرنگون میشن. چون اگه این رژیم بمونه ایمان دارم که ایران ما رو نابود میکنه. هرچند تبل جنگ زدم ولی آمریکا با اینا تو رای اینا نیومد به جنگ نکرد، چون آمریکا و انگلیس و نمیدونم کشورهای اروپایی مثل این رژیم نیستن که اینقدر بی فکر و نادان باشن که الکی بخوان جنگ بکنن. چون اینا فکر میکنن که جنگ بکنن میتونن کشور رو یا حکومت خودشون رو نگه دارن، در صورتی که اینجوری دیگه نیست. این جنگ با اون جنگ 8 ساله ایران و عراق زمین تا آسمون فرق میکنه، چون موقع واقعا مردم یک شور به قول خودشون انقلابی داشتن، ولی حالا دیگه اون انقلاب دیگه انقلاب نیست، دیگه اصلا مردم دیگه از اون انقلاب زده شدن و واقعا فهمیدن که انقلابی نبود بلکه آدمای دزدی بودن، اومدن کشور به گروگان گرفتن و 85 میلیون مردم ایران رو در زندان بزرگی مثل ایران دارن سرپرستی میکنن. خب عزیزان، ما میخواییم امروز از حبقو
دو براتون بخونم از کلام خداوند. ولی قبل از اینکه اینو بخونم بذار شعر خودم رو بخونم، بعدم میام از کلام خداوند براتون میخونیم، با هم لذت میبریم. خب میگه ای عیسی من، ای ناز من، ای مسیح غله پرواز من، این توی نفس و آواز من، زندگی و رنج من، از حیات و گنج من. ای مسیح رنج من را تو گرفتی بر تنت، تا که گردم آزاد از هر غمی. این درخت زندگی من از تو گردد بارور، آبیاری کن، آبیاری کن که گردد پرثمر. ای مسیح جلالت را نمایان کن، به بحر تو حیات زندگی را تو هویدا کن. ای مسیح ای ناز من، ای مسیح غله پرواز من، ای مسیح ای ناز من، ای مسیح غله پرواز من. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. جلال بر نام خداوند عیسی مسیح باد. یه چیزی هم تو ایران هست، مسئله این که ما ایرانی ها برای خودمون زندگی نمی کنیم. 95% ملت ایران برای خودشون زندگی نمی کنن، برای مردم زندگی میکنن، برای همسایگاه زندگی میکنن، برای رفیقاشون زندگی میکنن، برای نمیدونم فامیلاشون زندگی میکنن. به خاطر همون متعین نیستن، به خاطر همون نمیتونن بیان توی خیابون. 95% آدم های ایران نگاه میکنن به همدیگر چجوری دارن زندگی میکنن. من نوعی نگاه میکنم به یه نفر دیگه، او این ماشین مثلا مرسدس بنز گرفت یا ماشین فلان چیز گرفت، منم باعثی این ماشین بگیرم. در صورتی که بابا هر که رای خود بریم، من که پول ندارم، وزم خرابه، چجوری برم الان قرض و قول بکنم بیام یه ماشین مرسدس بنز بخرم که منم با اون یکی بشم. تو کشورهای دیگه اینجوری نیست، کسی اونو نگاه نمیکنه. اون مرسدس بنز داره، اون یکی نمیدونم ماشین BMW داره، اون یکی نمیدونم ماشین هوندا داره، اون تویوتا داره، همدیگه رو نگاه نمیکنن. ما ایرانی هستیم که 95% همیشه همدیگه رو نگاه میکنیم، چشم هم چشمی داریم. اون خونه مبل خریده رفیق من، من باید بالاتر از اون مبل بخرم که با من سر باشم. هم زندگی خودمون رو خراب میکنیم، هم مثل اون کلاغه رو میمونه که گنجشگر نگاه کرد راه رفتنش یاد بگیره، راه رفتن خودش هم فراموش کرد. ما مثل همونیم، کسی دیگر نگاه میکنیم، میخوایم با اونا را بریم، مثل اونا زندگی بکنیم، بعد زندگی خودمون نابود میشه. وقتی بنده یه کارمندی باشم، مثلا 2 میلیون حقوق داشته باشم، وقتی با اون 2 میلیون میخوام زندگیم به چرخه، برم 50 میلیون دیگه نمیدونم قرض بکنم بیام یه ماشین بخرم، به خاطر اینکه رفیقام بگم بله شاپور مثلا ماشین فلان چیز داره، چرا اون ماشین اونقدر داشته باشه من نداشته باشم، چرا اون مبل داشته باشه من نداشته باشم، چرا نمیدونم اون خونه مثلا 2 خوابه داره من 1 خوابه دارم، بذار من 3 خوابه بخرم بالاتر از اون باشه، کی مثلا چی بشه. خودمو تو قرض و قوله بدن، گرفتاری از همونجا شروع میشه، دعواها تو خونه، چون بی پولیه دیگه، کار میکنی میبینی قسط زیاد داری نمیتونی قسطا رو برسی. ما ملت اگه زندگی خودمون رو نگاه بکنیم و خودمون زندگی بکنیم خیلی خوبه. میگه یه مرد پیرمردی بود که توی یه کوچه با کت شلوار خیلی تمیز کراوات زده روی به یه دیواری ایستاده داره گریه میکنه. یه راهگذر که از اونجا داشت میره میگفت آقا چی شده، چرا گریه میکنی؟ گفت نه، به خاطر اینکه اینجا نوشته این نیز میگذرد. گفت خود چیه مگه؟ گفت آقا این نیز میگذرد خودم نوشتم اینجا، در نمیدونم 30 سال 40 سال پیش من اومدم رو این دیوار نوشتم این دیز میگذره، چون من اون روزا در این کوچه دست فروشی میکردم، کاسبی میکردم، که کاسب ضعیفی بودم، ولی الان سرمایدار شدم، الان پولدار شدم. اون گذشت، میدونم اینم میگذره که من الان سرمایدارم.
همیشه همینه، هر چیزی این نیز بگذرد، این نیز بگذرد. چی تو سرمایدار باشی کل، چی تو یه ذره متوسط باشی، چی تو فقیر باشی، همه میگذره، هیچی نمیمونه. عمر شما داره میگذره، عمر من و تو پایدار نیست. حتی ما لحظه رو نمیدونیم یک لحظه دیگه زنده ایم یا نه، یه لحظه دیگه میتونیم زندگی بکنیم یا نه. نگاه کردم به همدیگه، چشم چشم داشتم به همدیگه، چی زندگی منو پیش میبره؟ نه. بیایم امروز به زندگی های خودمون نگاه کنیم، به همدیگه نگاه نکنیم. اون فلان چیزی داره، منم باید داشته باشم. اون فلان کار داره، منم باید داشته باشم. اون این میمونی رو گرفت، منم الان 10 میلیون تومان قرض میگیرم، میرم بالاتر از اون میمونی میگیرم و جشن میگیرم. بیاین زندگی خودمونو بکنیم، در یک چیز اتحاد پیدا بکنین، اونم سرنگون کردن این رژیم. بیاین تو خیابونای رژیم سرنگون بکنین که بتونین زندگی خوبی داشته باشین، مثل کشورهای اروپایی، مثل کشورهای دیگه. امارات به اون چنینی که 40 سال پیش همه صحرا بود، الان ببین چی شده. ما که چی بودیم چی شدیم؟ بس عزیزان من، این نیز بگذرد. همه ای ما همینه بگیم، این نیز بگذرد. چی سرمایدار باشیم چی بی پول باشیم، هیچ فرقی نمیکنه، این نیز میگذرد. چی باسواد باشیم، چی دانشمند باشیم، چی نمیدونم فلان مقام داشته باشیم، همه این نیز میگذرد. همه چی میگذره، هیچ چی پایدار نیست در این دنیا، هیچ چیزی پایدار نیست. چون حاکم این جهان شیطانه، شیطانه که هر فرصتی رو از تو میگیره، شیطانه که تو رو گول میزنه، شیطانه که به افکارت حمله میکنه، شیطانه که به زندگیت حمله میکنه دقیقه به دقیقه. این حبقوی دور ما میخوام بخونم که جواب خداوند به ظالمان و گناهکاران. حبقو داشت شکایت میکرد از خداوند که بله بابلیا حمله کردن، خداوند به ما ظلم دارن میکنن، یا بعضی از این سرمایدارا، یا بعضی از این خاخاما، یا ملاها دارن ظلم میکنن، یا آدمای سرمایدار، آدمایی که ظالمن دارن ظلم میکنن. جواب خداوند ما میخونیم الان که خداوند چی داره میگه به همه ما مردم دنیا، نه اون موقع برای اسرائیل فقط، نه خیر، برای همه مردم دنیا داره میگه. میگه که خداوند به من گفت آنچی را به تو نشان میدم با خطی درشت به خانا بر تخت سنگی بنویس تا هر کس بتواند با یک نگاه آن را بخواند. مثل همین ساینی که تو هالیووده، تو از مایلای دور 50 مایل اونورتر همون ساینی میخونی. خداوند میگه یه جور بنویس که همه از راه دور هم بخونن. اگرچه آنچی به تو نشان میدم در حال حاضر اتفاق نمیافتد، ولی مطمئن باش که سرانجام در وقت معین به وقوع خواهد پیوست. این نیز میگذرد، هر چیزی میگذرد، هیچ چیزی پایدار نیست. اینو همیشه تو گوشتون داشته باشین، این نیز میگذرد، هیچ چیزی در این دنیا پایدار نیست، هیچ چیزی، نه مقام، نه ثروت، نه سواد، نه نمیدونم هر چیزی میگذره. میگه هرچند تا وقوع آن مدت زیادی طول بکشد، ولی منتظر آن باش، زیرا وقوع آن حتمی و بدون تأخیر خواهد بود. اینا داره خداوند جواب داره میده به حبقو، به شکایت حبقو. میگه این را بدان که بدکاران نابود خواهند شد، زیرا به خود متکی هستن. اونایی که مغرورن، متکبرن، به خودشون متکیان. اما درستکاران زنده خواهند ماند، زیرا به خدا ایمان دارن. اونی که با خداست، اونی که واقعا ایمان داره که خدا فرمانده زندگیشه، هیچ از هیچ چی نمیترسه.
بزرگترین ترس هر انسان مرگه. هر کسی یک بار باید بمیره. وقتش تو دست خداست ولی باید بمیره. اینو باید قبول بکنه. من میتونم به هر کس بگم آقا تو یه روز میمیری. تنها چیزی که میتونی حقیقتا بگی همینه که تو میمیری. یه نفر بگی آقا تو حتما یه روزی میمیری. مرگ برای همه است. هیچ جمعی هیچی هم نمیشناسه. نه ثروتمند میشناسه. نه دانشمند میشناسه. نه باسواد میشناسه. نمیدونم نه با رئیس جمهور میشناسه. نه پادشاه نه فقیر میشناسه. هیچ چی رو نمیشناسه مرگ. خداوند هم همین میگه. این را بدان که بدکاران نابود خواهند شد زیرا به خود متکی هستند. اما درستکاران زنده خواهند ماند زیرا به خدا ایمان دارند. میگه به درستی که ثروت خیانتکار است. دیدی چقدر بعضی ها ثروت دارن، همین ثروت دشمن جونشونه. و این و آنا با حرص و ولع مانند مرگ قمار را یکی پس از دیگری به کام خود میکشانند. الان دیدی این آخونده اومدن، این رژیم آخوندی اومد، یک سری هم جنایتکار با خودش پرورش داد که این جنایتکار ها هستن. هیچ کسی نمیشناسن، نه قوم، نه همسایه، نه همسایه بیرونی از مرز، نه همسایه داخل ایران، نه رفیق، هیچ چی رو نمیشناسن. خداوند داره اینو جواب میده و هرگز سیر نمیشون از خیانتکاری، از ظلم کردن به مردم هرگز سیر نمیشن. اما زمانی خواهد آمد که همه این اسیر شدگان آنا را تمسخر کرده. الان که این رژیم ایران اینقدر مردم را اذیت میکنند، روزی میرسه که خود این ملت که اینقدر ظلم بر این واقع شده اینا را تمسخر میکنند. خواهند گفت ای کسانی که مال و ثروت مردم را به زور از چنگشان در آوردید، اینک به سزای ستمگری های غارتگری های خود میرسید. که همین به این زودی زوده، فکر نکنین ای آخوندی که داری گوش میدی، یا ای آدمی که تو رژیم جمهوری اسلامی هستی داری ظلم میکنی، داری گوش میدی اینا رو، باید به خودت بگی این نیز میگذرد، پایدار نیست. در این دنیا هیچ چیزی پایدار نیست. بعد اون کسایی که شما رو میگیرن که زیر ظلم شما بودن، شما رو مسخره میکنم، میبینم دیدی تا دیروز یه ذره مقام داشتی، فکر میکردی دنیا مال خودته، ولی الان ببین اسیر دست مردم شدی. ببین تو سرت میزنن، محاکمه میشی، تا پای اعدام میری، یا باید بری کار بکنی برای تمام موقعی که زنده هستی. من که باشم تا موقعی که اینا زنده هستن اینا رو به کار میکشم که ایران آباد بکنن. ای کسانی که به دیگران ظلم کرده اید، پایدار نیست. میشنوین؟ اینه داره خدا میگه، اینه جواب خداونده که روی شکایت این مردم بیچاره که نالهاشون به گوش خدا رسیده، خدا داره جواب میده با همین مردم ستم دیده، داره جواب میده. طلبکارانتان ناگهان برخواسته بر سرتان خواهند ریخت و شما را که درمانده شده اید غارت خواهند کرد. فکر میکنین این چند سبایی قدرت دارین، این چند سبایی پول ملتی میتونین بزنین، ای سپایی، نمیدونم ای بسیجی، ای نیروی انتظامی که هر روز به خاطر یک ذره موی یه بچه بیرون میگیرین میزنین به خاطر مبارزه با بی‌حجابی، ولی تمام خیابونای تهران کلی همه دارن هیروئین میکشن، مواد میکشن، کسی کاری به اونا ندارن. این همه دزدی و اختلاس میشه، هیچ کسی کار نداره. دزدی اختلاس گفتم 1.5 میلیارد پول داروی یورو رو برده بودن که دارو بگیرن، گم شده. تلویزیون خود ایران گفتی اینو، گم شده پول.
بعد اونا رو کار ندارین. یه ذره موی یه بچه اگه بیرون باشه کارش دارین. مبارزه با بدحجابی. حتی توی ماشین داره میرن مردم امنیت ندارن. ایست میدین اونا رو. بعدم بازرسی میکنین موات میگه معلومه. نمیدونم. اصلا شما انسانایی هستین که واقعا هیچی رو نمیفهمین در این دنیا. بسیاری از قوم‌ها را غارت کرده اید، مثل سوریه که داغونشون کردیم، مثل میرین با طالبان همدست میشین توی افغانستان اونا رو نابود بکنیم، مثل شعبی عراق با اونا همدست میشین برین عراقی ها رو بزنین، کردها رو بزنین، عراقی ها رو بزنین، با فلسطینی ها همدست میشین برین اسرائیل بزنین، با حزب الله لبنان همدست میشین برین اسرائیل بزنین. اینو داره خدا به شما میگه. بسیاری از قوم‌ها را غارت کرده اید و حال بقیه قوم‌ها شما را غارت خواهند کرد. تو فکر می‌کنی اینایی که این همه دشمن وقتی بگیری، وقتی دوستی برای خودت نمیگیری دشمن میگیری، تو فکر می‌کنی که این دشمنا میذارن که آب خوردن تو از گلود راحت بره پایین؟ زیرا خون مردم را ریخته این و سرزمین ها و شهرها را با مردمانش نابود کرده اید، مثل سوریه که 5 میلیون آواره داده، تا الان 1 میلیون آدم مرده اونجا. دست شما هم به ملت ایران به خون آغشته است، هم به ملت سوریه. اینجا کسی سوریه ما رو میبینن از ما نفرت دارن، فکر کنم مثلا ما ملتشون آواره کردیم. دیگه نمیدونه جمهوری اسلامی، خود ملت ایران هم اسیر جمهوری اسلامی است. خودشون هم از سوریه ها بدبختر اونجا دارن زندگی میکنن. این همه زلزله اومده، 1 دلار برای اونا خرج نمیکنن، پولار میفرستن برای نمیدونم حزب الله لبنان اونجا خونش خراب شده بی زمان براش درست بکنم، یا پول بده به اون گردن گلوفتا برقصن، آبجو بخورن، مشروب بخورن، اونجا حال بکنن به سلامتی جبوری اسلامی. وای بر شما که از راهای نادرست ثروت اندوخته اید، از راه های نادرست. وای بر شما، خدا داره به شما میگه ثروت اندوخته اید تا زندگی امن و راحتی داشته باشید. وای بر شما که قوم ها را نابود کرده اید. چقدی اقوام ایرانی رو نابود کردین، از قوم عرب و از قوم کرد و فارس و بلوچ و ترک و چقدر شما اینا رو داغون کردین. زیرا ننگ و نابودی برای خود به بار آوردید. ملت ایران باور نداره، ولی دولت ایران جمهوری اسلامی باور داره که داره میفته، ولی ملت هنوز باور ندارن. یک اتحاد کوچیک اینا رو میندازه بیرون، یک اتحاد خیلی کوچیک. باور بکنی اینا همه فرار میکنن میرن. حتی سنگها و دیوارها و تیرهای سقف خانه تان بر ضد شما فریاد برمی آورن. اونی که تو مال مردم میخوری، خون مردم میریزی که پول یه ذره پول بخوری، میگه خدا میگه حتی دیوارهای اون خونه بر ضد تو فریاد میکنه. وای بر شما که شهرها را با پولی که از راه آدم کشی و غارت به دست آوردید میسازید. این تو تهران میری تو بالای شهر با خون مردم ساختمونای ساختین که زمان شاه قصر پادشاهان هم از اصلا در مقابل اونها هیچن. با آدم کشی، با پول خوردن، با مردم نابود کردن شما این پولا رو برداشتین. فقط بدونین که اینا رو دارم میخونم، اینا جوابایی که خدا داره میده روی شکایتی که مردم دارن میکنن، روی ناله هایی که مردم به سوی خدا دارن میکنن. زیرا دارایی خدا نشناسان دود شده به هوا میرود و دسترنج آنها نابود میشود. خداوند قادر متعال چنین مقرر کرده است. همان گونه که آبها دریا را پر میکنند،
زمانی خواهد رسید که درک و شناخت عظمت خداوند جهان را پر خواهد کرد. یاسر جان بریم یه سرود گوش بدیم. میخونم فقط تنها عشقا میساز، مسیحا چقدر پاک و بیدعاز، پناهم تو هستی توی قوتم، مسیح جان من عشق من ثروتم. توی دنیا ما دور از آرامشی، نباید که آلوده این بشیم، باید پر بشیم ماز روح مسیح، مبادا که بی لامس اون گم بشیم. تو دنیا فقط درد هست و گناه، توی شادی آشام میبینی خطا، خدایا فقط عشق تو کامله، بنازم به این عشق بی انتها. خدایا فقط عشق تو کامله، به نازم به این عشق پاکت بابا. با درود به ملت عزیز ایران، با درودی دوباره. امیدوارم که نشستین از کلام خدا گوش میدین و واقعا ببینین جواب خداوند به شکایت این ملتی که این همه ظلم دیدن و به درگاه خداوند دارن دعا میکنن، خداوند چی جوابایی به اینا میده. واقعا اینی که همین حالا داره خداوند جواب به این قوم بی خدا و شیطان پرست میده. جمهوری اسلامی از حبقوی دو دارم میخونم که شکایتی که حبقو برای خدا داشت میکرد، خدا داره جواب میده به ظالمان و به گناهکاران. تا آیه 13 رو خوندیم که 14 هم خوندیم، ولی یه بار دیگه میخونم. میگه خداوند میگه همان گونه که آبها دریا را پر میکنند، زمانی خواهد رسید که درک و شناخت عظمت خداوند جهان را پر خواهد کرد. میگه وای بر شما که همسایگان خود را زیر ضربهایتان مانند آدمهای مست بیحال و گیج میکنید و در آن حال از رسوایی آنها لذت میبرید.
چقدر این کومیتیچی ها هستن که تو همسایگان خودشونو آبروی حسدشونو میبرن، بعدا لذت هم میبرن. خدا اینه داره میگه. به زودی خدا میگه به زودی شکوه و جلال خود شما به ننگ و رسوایی تبدیل خواهد شد. الان فکر میکنین که خیلی شکوه و جلال دارین، خیلی مثلا مقام دارین، پول دارین، خدا داره میگه به زودی شما نابود خواهید شد، به زودی رسوا خواهید شد و شما پیاله داوری خداوند را خواهید نوشید و گیج شده به زمین خواهید افتاد. انقدر که خوردین، زدین، به مردم داغون کردین، خداوند میگه این به سر خودتون خواهد آمد. میگه جنگل‌ها رو از بین بردید. چقدر تو الان این موقع اون جنگل‌های لبنان میگه، ولی چقدر این جنگل‌های شمال دارین شما از بین میبرین، میرین اونجا خونه سازی و ویلا سازی میکنین. طبیعت به اون زیبایی رو که یونسکو دست گذاشته جز به آثار باستانی شده شما دارین نابودش میکنین. درختار بیرویه دارین میبرین. اکنون خود شما نابود خواهی شد. میگه جنگل ها رو دارین نابود میکنین، خداوند میگه اکنون خود شما نابود خواهی شد. حیوانات آنجا را به وحشت انداخته اید. چهار تا حیوان هم اگه اونجا بود، یوز پلنگ و ببر مازندران و دیگه نمیدونم شیر و هرچی بود، خداوند حتی اونا رو هم داره میگه حیوانات آنجا را به وحشت انداخته اید، کشتید، میکشین، بعد عکس هم میگیرین، سلفی هم ازش میگیرین. پس حال برای تمام آدم کشی ها و ظلم ستمی که در سرزمین ها و شهرها کردید وحشت زده کشته خواهید شد. فکر میکنین الان که همون که مثال پیرمرده میگه اینم بگذرد، این دنیا پایدار نیست، هیچ چیزی پایدار نیست، هیچ مقام و ثروت این دنیا پایدار نیست. از این دنیا وقتی مقام میگیری این دنیا هم تو رو میندازه پایین و نابودت میکنه. مقام اصلی باید آدم از خدا بگیره، از پرستش بت‌هایی که به دست انسان ساخته شدن چی فایده ای بردین؟ چی فایده ای بردین رفتین اینقدر سر قبر این بت‌ها نمیدونم بارگاه درست کردین، طلا گذاشتین، الماس گذاشتین، این همه پول ملت ایران بردین سر قبر حسین و حسن و رضا و عرب، تا هرچی عربایی که اینجا مردن در زمان 1400 سال پیش که اومده بودن بر ما تجاوز کردن، سر اونا بارگاه درست کردیم. خداوند به شما میگه از پرستش بتایی که به دست انسان ساخته شده، همین بارگاهی که میسازین، چه فایده ای میگه بردین؟ چی کرده براتون؟ حاجتی براتون دوا کرده؟ میرین اونجا زنجیر خودتون میبندین، سگ میشین، انسانیت خودتون از بین میبرین، حتی خودتون به سگ و حیوانم تبدیل میکنین. من سگ علیم، من سگ حسینم، من سگ زینبم، من سگ نمیدونم فلانم. خدا میگه از این بت پرستی ها بیاین بیرون، خدا رو پرستش بکنین، خدایی که آفریدگار تمام این دنیا هستیه. یه چیزی تو اینستاگرام نوشته بود، بی مغز انسان ها تا همینجا کار میکنه، نوشته بود یه ذره سواد پیدا میکنن، فکر میکنن که واقعا به خدایی رسیدن. نوشته بودن که خدا هر چیزی که تو این کهکشان میبینه، هر چیزی که ما میبینیم اون خدا میبینه، خدا در این حده. فکر میکنن مثلا با خیلی باسوادن، بعضی هم خودشون هم نسل از نسل میمون هم میدونن، از نسل حیوانات هم میدونن. من که نیستم از نسل حیوانات، من از نسلی هستم که آدمم که خداوند ساخت. ما یه ذره سواد پیدا میکنیم دیگه همه چی رو میذاریم. اینقدر بت پرستی کردیم، اینقدر بت پرستی کردیم، وقتی میخوایم الان که بیایم خدا رو پرستش بکنیم، از این بت پرستی ها بریم بیرون، میایم دیگه همه چیزو این کار میکنیم.
چون اینقدر به اسم خدا، به اسم همین بت‌هایی که 40 سال 1400 سال مردم ایران نابود کردن، دنیای اسلام نابود کردن، همین هایی که مسلمونن، فکر میکنیم که چون اونا دروغ گفتن خدای حقیقی هم واقعیتش دروغه. عیسی مسیح اومد با این باز قدرت خدایی داشت، در جسم اومد برای من تو روی صلیب رفت. اینه میگن یه رهبر لیدر خوب، که به خاطری که ثابت بکنه من شما رو دوست دارم، عاشق شما انسان ها هستم، روی صلیب رفت. روی صلیب هم گفت خدای پدر جان اینا رو ببخش، نمیدانن چیکار میکنن. این همه خوندم جواب خداست به شما ظالمانی که در این ظلم میکنین به مردم، شمایی که بت میپرستین. امام رضایی که شما میرین اونجا پرستش میکنین، اون قبرو حتی قبرش اونجا نیست، قبرش تو اون چال و چولا، تو اون تپا، اون پایین طبقای پایین، نمیدونم یه تیکه سنگه، من نمیدونم، بالا آوردن یه دونه بارگاه درست کردن که شما رو آوردن اونجا گور. ببین چقدر با شعور انسان بازی میکنن این آخوندا. چون وقتی دین وقتی میاد جلوی چشم تو، چشم تو کور میکنه. کسی که دین میکنه یعنی تظاهر به خدا پرستی داره میکنه، میخواد پولی بسازه، بیزنسی بکنه ازش. وقتی تو خدای حقیقی رو بشناسی، وقتی باهاش قدم میزنی، تازه میفهمی که این خدا حقیقتاً کیست. همین که خود خدا میگه، همان گونه که آبهای دریا رو آبها دریا رو پر میکنن، زمانی خواهد رسید که درک و شناخت عظمت خداوند جان را پر خواهد کرد. خدا خیلی این خدا جنتلمنه، خیلی فرصت میده به ما، خیلی فرصت میده به ما که ما از گناهان دست بکشیم. بلا اگه خدا بخواد نابود بکنه زمینو، خیلی راحت میتونه نابود بکنه، ولی به ما انسانا آزادی داده که خودمون انتخاب بکنیم. مثل بابایی میمونه که عاشق فرزندانش، نمیزنه تو سرش اگه پسر یا دختره داره رای بد میره، بلکه راهنماییش میکنه، هدایتش میکنه، باز پشتیبانشه. آیا آنها توانستن چیزی به شما یاد دهن؟ میگه این بتایی که خودتون ساختین با دست خودتون، میگه چیزی به شما یاد دادن؟ این مردهی که اونجا میریم میپرسین چی به شما یاد داده که خودتو سگ میکنی، زنجیر میبندی، میرفتی روش؟ چی بهت یاد داده؟ رای زندگی رو بهت یاد داده؟ یا از انسانیت رو به حیوانیت آورده؟ آیا آنها توانستن چیزی به شما یاد بدن؟ چقدر نادان بودید که به ساخته دست خود توکل کردید. خدا میگه چقدر ما انسان ها، اونایی که بتاری میبرسن، نادانن. میگه چیزی از اینا یاد میگیرین شما اصلا؟ وای بر آنانی که از بتای چوبین به بیجان خود میخواهند که به پا خیزن و ایشان را نجات دهن. شما میرین به این بتا پناه میبرین که شما را نجات بدن. نجات شما اولش که توکلتون باید به خدا باشه، بعد اطاعت، که همه بیاین بیرون بر علیه این ظالمان، بر علیه این ستمگران، بر علیه این اینایی که کشور ایران به گروگان گرفتن شما رو، بر علیه اینا پاشین. یک قدم تا پیروزیه، یک قدم. 40-50 میلیون آدم بیاین بیرون. اگه اینا باشن، اینو باور بکنین، خودتونم میدونین، اگه اینا باشن
کشور ایران نابود میکنن، تا لحظه آخر میخوان جنگ بیندازن، بعد کشورهای دیگه بیان متحد بشن در خلیج فارس، ایران داغون کنن، نابود کنن، خودشون هم فرار میکنن میرن. پولایی که این بار اونور گذاشتن با شکلای متفاوت میرن. ولی اگه حالا شما بیاین بیرون میتونین اینا رو دستگیر بکنین، غافلگیر بکنین، نذارین که فرار بکنن. بازم شما رو دارن گول میزنن برای انتخابات، میگن که بیاین انتخابات شرکت بکنین. اگه این دفعه دیگه اومدین انتخابات شرکت کردیم، واقعا نشون میدیم به دنیا که آقا ما هیچی نمیفهمیم اصلا. ولی شما اینقدر شعورتون بالاست که این فهم دارین و میدونم دارین که در انتخابات شرکت نمی کنین. یک مشت محکمی به دهان همین ظالمان میزنین، آدم کشا، اینایی که پول و خون مردم ملت ایران خوردن. این الان خوندم براتون، این جواب خدا بود به شکایات هایی که مردم میکنن. موقع حبقو شکایت کرده بود به طرف خدا، داد فریاد کرده بود که این ظالم ها چرا اینقدر ما رو داغون داره میکنن، خدای تو کی هستی؟ خدا داره جواب میده به اینا. این خیالی همین الان توی ایران خدا شنیده حرفای شما رو که 100% خداوند داد فریاد شما رو درش میشنوه. این هم جواب خداوند به شما. میگه وای بر آنانی که از بت‌های چوبین به بیجان خود میخواهند که به پا خیزند و ایشان را نجات دهند، و از سنگ‌های بی‌زبان انتظار دارند که سخن بگویند. من دیده بودم یه سنگ و روش سبز کشیدن، پارچه سبز، بعد یه دونم نمیدونم دورش گرفتن با سیم خاردار گفتن اینجا امامزاده است. بابا این با شعور ملت بازی کردنه. امامزاده سیار میارن، مردم شما میرین تو ماشین ون یه پارچه میمیزن، یا امام رضا شما میرین سجده میکنین اونو بوس میکنین. آخه بابا این دیگه آخه دیگه اینقدر آدم پایین که نمیاد، شما هم باسوادین. اگه من رفته بودین سر قبرش باز میگفتیم که مشهد رفتین سر قبرش، ولی حالا یه پارچه رو میاره میگه بیا امام زمان اینجاست، بیا امام رضا اینجاست. این نامه رو که خوندم الان از حبقود دو از کتاب مقدس، این جواب خدا به شما هاست که ظلم دیدید از دست این ظالمان. به خداوند میخواد که شما رو پیروز بگردانه. خدا میگه من پشت شما هم. فقط توکل باید بکنیم به این خدا. اونایی که اون خدا الله رو به شما معرفی میکنه، اون خدای واقعی نیست. شما اگه زانو بزنین، اگه شما خودتون میگین که عیسی مسیح پیغمبر اولوالعزم شماست، خب چرا از این عیسی مسیح نمیخواین کمک نمیخواین؟ چرا مسیحا رو میگیرن میکشن؟ چرا میگن مسیحا نجسن که شما هم اینقدر 40 سال به شما دروغ گفتن همین دروغا رو باور کردین؟ مگه پیغمبر اولوالعزم شما نیست؟ یک بار هم شده بیا به سوی عیسی مسیح بگو ای پیغمبر اولوالعزم، ای عیسی مسیح تو کی هستی؟ من این درد دارم، این گرفتاری دارم، به سوی عیسی مسیح دعا بکن، به اسم عیسی مسیح دعا بکن. خیلی ها تو ایران الان روزی میگن 1000 نفر به عیسی مسیح ایمان میارن، دارن دعا میکنن، همه میگن زندگی های ما برگشته، همه میگن آرامش پیدا کردیم. تویی که هنوز امروز عیسی مسیح رو نشناختی، اگه به گوشت خورد به اسم عیسی مسیح پاشو دعا بکن. تویی که امروز مریضی، افتادی، میری تو این امامزاده، تو این بتخونه، تو اون بتخونه، هی میگی من شفا بده، امروز به نام عیسی مسیح خودت بخواه از عیسی مسیح تو رو شفا بده. بگو عیسی مسیح ایمان دارم که تو پیغمبر منی. حتی پیغمبر میخوای بگی باشه، بگو پیغمبر منی،
بگو پیغمبر من عیسی مسیح، من تو رو نمیشناختم، امروز به درگاه تو به اسم تو دعا میکنم که من شفا پیدا بکنم، من این گرفتاری گره رو از زندگیم بیرون بکن، آرامش تو بریز بر من، آرامش ندارم. میگه نمیگی پیغمبر علور از من. چرا یک بارم شده به اسم عیسی مسیح دعا نمی کنی؟ و از سنگهای بیزبان انتظار دارن که سخن بگویند و ایشان را رهنمایی کنند. بیرون بوتا با طلا و نقره پوشانده شده است ولی در درونشان نفسی نیست. دیدین توی امامزاده ها میرین اینقدر بارگاه براشون درست کردن، طلا و نقره و جواهرات براشون ریختن. خدا میگه ظاهر اینا رو همه رو میبینیم ولی در درونش نفسی نیست، کسی نیست اون درون که بگه من زندم شما رو نجات بده، چون بوت مرده است. آدمی که مرد میمیره میره، استخوناشون هم الان فکر نکنم باشه تو اون قبرها. اینی مرده یه دونه قبر درست کرده بود، خرش مرده بود، نشسته بود اونجا گریه میکرد. مرده گفت که اینجا چیه؟ گفت آره یه نفر اینجا خرمو دفن کردم فلان، دارم گریه میکنم. اونم نشست. دو نفر دیگه اومد، نه دید پنج نفر دارم میان، گفت آره یه نفر اینجا امامزاده مرده. بعدن از طریق اون درست کرده و به پول رسیدن. بابا باور بکنین این امامزاده این بوتا شما رو شفا نمیدن، به درد شما نمیرسن، نجاتتون نمیدن. خداوند میگه در درونشون نفسی نیست. میگه بیرون اینا رو دیدین همه طلا و نقره و جواهره ولی درونشون هیچ چیزی نیست، نفسی نیست، جوابی از اونا نمیشنوین. خداوند در خانه مقدس خیش است، پس تمام جهان در زور و زور او خاموش شود. باید به نام خداوند، به اسم خداوند دعا بکنین. به این پیغمبری که میگین شما پیغمبر اولوالعزم، این منجی که اومد جان خودش برای من و تو داد، به اسم عیسی مسیح دعا بکنین. فرزند مسیحی میشه میره تو خونه، مادره میگه که اه تو کافر شدی. بابا تو مگه نمیگی این پیغمبر اولوالعزمه؟ اگه به اون پیغمبر ایمان بیاره کافر میشه؟ فقط حرف داریم ما. قرآن براتون آوردن، نه خودتون میخونین، هرچی هم تو نوشته از تورات قدیم برداشته، چهار تا اگه کلمات خوب هم هست از تورات برداشته تون، و بعد بیشتر جام با چیز موزیانه که خودش داشت عوض کرد. صلیب عیسی رو تو قرآن انکار میکنه. کسی که اسلام قبول نداشته باشه باید تیکه پاره بشه. کسی که عقیده اسلامی نداشته باشه، اگه مسلمون باشه از دین خودش بگذره مرتده، باید اعدام بشه. آقا این چی دین خداییه که میخواد همش بکشه بکشه بکشه؟ خدا در الان به شما جواب داره میده، اینجا میگه به من تکیه بکنین، من شما رو باید نجات بدم. ولی اون دین کذایی بهتون میگه نه، هر کس عقیده شما رو نداشت بکشین. بعدش هم به شما نمیگه بخونین، نمیخونی. اگرم بخونین میگه به عربی بخون نفهمی. ما این سه بار نماز میخونیم یه میفتیم، یا به طرف یه قبله باید پیدا بکنیم هر جا هستیم. مرگه در فضا بود، فضا مسلمون بود، بعد داشت نماز میخوند. گفتم خود تو اون فضا چجوری قبله رو پیدا میکنی؟ که دارید میگرده زمین دیگه، نه؟ تو اگه یک لحظه بگی این طرف عربستانه، داره میگرده زمین، تو فضا هستی، خب عوض میشه دیگه. مسئله درد، درد این دردیه که ما نمیخوایم بفهمیم، این دردیه که ما نمیخوایم بشکافیم این دردو، این غده سرطانی رو نمیخوایم ببریم جراحی بکنیم بیندازیم بیرون. به هر حال امروز این جواب خداوند بود.
به من و تو که ایمان بیاریم که خداوند میخواد ما رو نجات بده. امروز روزیه که ما ملت بایستی متحد بشیم بیاییم بیرون. الان که تمام اون کاغذای انتخاباتی، سینای انتخاباتی رو دیوار زده داریم پاره میکنین، کار خوبیه، ولی همین اتحاد بخرج بدین یه دفعه همه بیفتیم بیرون. نذارین دیگه اینقدر با شعور ما بازی بکنن، نذارین ما انسانو معذرت میخوام به حیوان تبدیل بکنن. برای دو روز این دنیا به قول اون پیر مرده که دست فروش بود روی دیوار نوشته بود این نیز میگذرد، گذشته بود، اون شده بود ثروتمند. بعد همون اومد تو بغل دیوار نشست، گریه کرد، گفت اینم که الان من هستم ترین سرمایه‌داری، این نیز میگذرد. هر کدوم ما باید بگیم اینم میگذرد. این جمهوری اسلامی هم فکر بکنه اینم میگذرد. هیچ ظلمی پایدار نمونده، هیچ ظلمی در دنیا پایدار نمونده. کجان هیتلرا، نمیدونم موسولینی، نمیدونم فرانسه، ناپلیون، این همه آدم ها اومدن، این همه شاه ها اومدن، این همه شاه های ایران که کارهای خوب کردن، کجان؟ هم مردن رفتن، همه مردن رفتن. یک سبای زندگی میکنی، خداوند انسان تا 70-80 سال امیده. بعضی ها حالا به قول ما گیلانی ها جفنگ میکنن میپرن، حالا 90 سالم زندگی میکنن، 100 سالم زندگی میکنن، ولی این نیز میگذرد. واقعا این نیز بگذرد. امروز بیایم به زندگی های ما نگاه کنیم. امروز بیایم به همین که تو میگی در اسلام میگم پیغمبر اولوالعزم عیسی مسیح، همین عیسی مسیح رو به قلبت وارد بکن. امروز بیا همین عیسی مسیح رو صدا بکن تا نجات پیدا بکنی. بگو عیسی مسیح، میدونم که تو به خاطر من روی صلیب رفتی، میدونم که خون تو ریختی که اون گناهان من پاک بکنی. امروز بیا بر زندگی من، زندگی من عوض کن، منو تبدیل کن. هر گرفتاری که داری عیسی مسیح رو صدا بزن، بگو من ایمان دارم که تو اومدی به خاطر گناهای من روی صلیب رفتی، بعد از 3 روز زنده شدی، مردی و زنده شدی، و الان خداوند زنده ای، منجی زنده هستی که میدونم بعد میای. واقعا بیایم دست اتحاد بدیم به این غده‌های سرطانی رو از خودمون دور بکنیم و به نام عیسی مسیح امروز دعا بکنیم. امروز من دعا میکنم به نام پرجلال و قدوس عیسی مسیح، هر کسی که این برنامه رو نگاه کرده از آرامش الهی در نام قدوس عیسی مسیح بهره‌مند بشه. هر کسی که این برنامه رو نگاه کرده به نام عیسی مسیح دعا میکنم که هر جا درد داره در بدنش به نام عیسی مسیح شفا پیدا بکنه. امروز دعا میکنم هر کسی این برنامه رو نگاه کرده به نام عیسی مسیح هر آرامشی که از زندگیش رفته، خداوند اون آرامش الهی رو بر زندگیش بیاره و ساکن بکنه تا در آرامش خداوند زندگی بکنی. دوستتون دارم، شما رو به خدا میسپرم. تا هفته دیگر، بدرود. تا درودی دیگر، مرسی که برنامه ما رو نگاه کردین. به این تلویزیون هم کمک بکنین که ما بریم روی ماواره تا بتونیم کلام خداوند با شما عزیزانی که به ما کمک میکنیم شیر بکنیم، به گوش اونایی که نشنیدن بشنون و نجات پیدا بکنن. شما رو به خدا سپردم. تا هفته دیگر، بدرود. تا درودی دیگر، مرسی. خب عزیزان، یاسر جان، مرسی که ما رو گوش دادین، مرسی، خداحافظ.